پدرم مجاهد شهید علیرضا مسعودی موافق یکم نیروی هوایی بود. 6 ساله بودم که اعدام شد. مدتی بعد از پرواز بزرگ از تهران به پاریس دستگیر شده بود. پدرم برای من الگوی وفاداری به عهد و مبارزه بیشکاف بود. اون زمان شاید خیلی این موضوع برام قابل فهم نبود، ولی هرچی بزرگتر شدم و هرچی فاصله گرفتم از شهادتش، بیشتر برام عظمت کاریو که کرد و به اصطلاح وفای به عهدش برام خیلی درخشانتر از قبل شد. خاطرات خیلی زیادی باش ندارم، یعنی به یادم نمونده، چون 5 سال بیشتر با هم نبودیم و سال آخرم که همش تو راهروهای اوین و اینا منتظرش بودیم. در نتیجه ولی چیزی که تصویری که ازش دارم، یعنی همیشه یک جوری در کوچکترین جزئیات زندگیمون میخواست خلاصه ما رو همیشه شاد بکنه، همیشه برامون یک چیز نوعی داشت، یک سورپریزی داشت. مثلا فرض کن حتی روزای معمول که مثلا از خواب که بلند میشدم، بچه که بودم، مثلا 4-5 سالم بود، میرفتم یخچال، مثلا میدم که دونه دونه تخم مرغ رو گرفته نقاشی کرده و برای هر کدوم اسممون رو زده. از اداره که میومد، از سر کار که میومد، برامون یه چیزی میآورد، نمیدونم، هر جوری که بود. خلاصه این زندگی رو تو همون مملکتی که شاه زده و بعدش هم که شیخ اومد سوار شد، نمیذاش خلاصه ما غم و قصه ما خلاصه بر ما چیره بشه. همیشه واقعا دنیا با پدرم خیلی شیرین بود. یک بار که مدت زیادی توی صف زندان بودیم، تو صف اوین بودیم برای ملاقاتش، که خیلی هم خسته و کلافه شده بودم، چون فهم کم شاید نذارن اصلا بریم، خیلی معطل میکرده بودم. وقتی که وارد شدیم، اولین چیز با همون لبخندش، با همون تنظیمات بسیار دوست داشتنی، مثلا آدم خستگیش در میرفت. بعد به طور عجیبی متوجه شدم که دستش یک هواپیماست، یک هواپیمای کوچولو خیلی قشنگ با تمام جزئیات، یک هلیکوپتر و یه جفت دمپایی و عروسک و این چیزا. که برام سوال شده بود که اینا رو چجوری توی زندان تهیه کرده. وقتی که گرفتیم، برای ما هدیه درست کرد. وقتی که گرفتیم دیدم که با زرورق سیگار و نمیدونم در خمیردندون و با تک جزئیات هر چی که تونسته بود دست و پا کنه توی زندان با همبندیاش، خلاصه برای ما کاردستی درست کرده بود. همیشه برای دادن چیزی داشت، واقعا من فراموش نمیکنم. یعنی سر این موضوع همیشه برای من الگو بوده. حتی بدترین شرایط رو میخواست تبدیلش کنه به یک شرایط خوب و دلچسب. من همیشه برای من پدرم شاخص وفای به عهد بود. وقتی که اومدم به ارتش، یعنی وقتی بزرگتر شدم و پیوستم به ارتش و عضو مجاهدین شدم، یه پیغام گویا اواخر زندانش قبل از اینکه اعدام بشه برای سازمان فرستاده بود که خیلی روی من تاثیر گذاشت. مضمونش این بود که خلاصه به بچه‌ها بگین، به سازمان بگین که ما اول یک راه هستیم و تا به آخر ما حساب کنن. من خیلی بهش افتخار میکنم، چون به اصطلاح مبارزه‌ای که انتخاب کرد جانانه پاش اومد و واقعا همیشه برام الگو بوده. ندیده راوی تاریخ عاشقان چون تو، صبور و عاشق و دلسوز و مهربان چون تو. از آن سبب که نبوده است رسم جانبازان، فدای هرچه که دارند بینشان چون تو. We'll be right back.
منظر تدینی خاله من بود، یک دختر جوان و میلیشیای مجاهد خلق، بسیار دوست داشتنی، یعنی نازنین ترین خاله‌ای که میشه تصور کرد. واقعا نگاهش، خنده هاش، همه چیش برای من زندگی بود. متاسفانه حتی یک عکس ازش نداریم، ولی من عجیبه که الان نزدیک 46 سالمه هنوز حسرت این خاله رو دارم. خیلی باش خاطره ندارم چون فرصت زیادی با هم نداشتیم، ولی هر لحظهش که باش بودم برام شیرینی زندگی بود. واقعا احساس میکنم که واقعا همیشه دوست داشتم که پیش ما باشه، یعنی مثلا اگه میومد پیش ما خونمون دیگه دوست داشتم نره. خلاصه آخرین بار دیگه فکر کنم توی یک خونه تیمی توی شمال بود باش روبرو شدیم، یعنی دیدمش، بعد بغلم کرد و بوسید و خلاصه خبر شهادتشو که به طور کلی من شنیده بودم، ولی خب هیچ وقت بهم نگفته بودن چطور شهید شد و همیشه فکر می‌کردم خب به اصطلاح مثلا کسی نمیدونه، ولی خب بعدن که پیوستم به ارتش معلوم شد چون بچه بودم، کوچیک بودم، نمیخواستم بدونم، چون گویا که در جنگل‌های شمال درگیر شدن با رژیم، جانانه جنگید مثل سایر شیراهن کوهسنای مجاهد خلق، تا آخرین نفس جنگید و بعد پاسدارای یزیدی که از این همه مجاهدت در یک دختر جوان به خود میپیچیدن، سر اون و همسرش رو در همون جنگل های شمال قطع کردن، سرش رو بریدن. همیشه منظر خاله منظر همیشه برای من مظهر جنگاوری و عشق و البته بی‌ناموس است و یکی از الگوهای من و شاخصهای من در مسیر مبارزه، مبارزه که علت دوام انتخابش کردم. صخره ها سختند اما مهربان کم همچو تو، صاعقه زیباست اما پرتوان کم همچو تو، دیدم سرو مقاوم در طبیعت ای بسا، پایداری کوهواری در زنان کم همچو تو، محسن تدین نبایی دایی من بود. در حقیقت محسن ثقل اصلی مجاهدین توی خانواده مادرم اینا بود. فکر میکنم مثلا مادرم و پدرم و خالم و اینا همه توسط همین محسن مجاهد شدن، یعنی عضوگیری شدن. به هر صورت یک دایی نازنین و بسیار دوست داشتنی، این هیچ اثری از مرد در گیومه تو این برادر مجاهد من ندیدم، یعنی واقعا ذوب شده در ارزش‌های انقلاب، در ارزش‌های آرمان مسعود و مریم، بسیار دوست داشتنی، بسیار متواضع. زمان شاه که از مجاهدین زندانی سیاسی زمان شاه بود و فعال، بعد زمان خمینی هم که مخفی و درگیر در و بعد هم که مسئول رادیو مجاهد.
من فقط یادمه که بچه که بودم توی خونه مادر بزرگم تو مشهد یه بار یه تجمع بزرگ خانوادگی بود و دیدم یه بحث سنگینی دارن میکنن. کوچیک بودم ولی مثلا بحث میفهمیدم بحث عادی نیست. گویا که داشت خلاصه در تو با وضعیت جامعه اینا روشنگری میکرد توی خانواده. و بعد یه ترانه اونجا اولین بار من اونجا شنیدم. یک ترانه هست که کوچه ها تاریکن دکونا بسته مرده میبرن کوچه به کوچه. من اونجا وقتی که خیلی کم سن سال بودم اولین بار اونجا شنیدم. محسن آخرین بار که دیدمش سال 65 یا 66 توی بغداد یه روز من و مادرم و خواهرم گفتیم بریم دایی ببینیم، چون انقدر سر شلوغ بود که اصلا نمیتونستیم ببینیم. گفتیم حالا که مثلا نزدیکمونه توی این پایگاه بریم ببینیمش. رفتیم اتاق کارش و اینا، سه تا تلفن رو میزش بود، تقریبا هر دقیقه زنگ میزد. خلاصه ما تو لابلای این تلفن و اینا اومد بغلمون کرد و بوسید و گفت و خندید و خیلی شوخ‌طبع، خیلی دوست داشتنی. واقعا یک دایی به تمام معنی کلمه، انقدر دوستش داشتم که اصلا. بعد خلاصه رفتم بغلش و بوسیدمش و اینا، دیگه انقدر سرش رو بود رفتیم. من واقعا این میدونستم اون آخرین باری که میبینمش ولش نمیکردم، یعنی ساعت‌ها تو بغلش میموندم. ولی دیگه بعد از فروغ جاویدان یه روز مادرم صدام کرد، بعد مادرم اومد منو بغل کرد و بوسید، بعد جلو رو دو زانو نشست گفتش که میخوام یه چیز بهت بگم. همین که گفت میخوام یه چیز بهت بگم، من میتونستم احساس کنم که یک نفری شهید شده، که خودم رو جمع جور کنم. گفتم آمادم بگو. گفتش که دایی محسن شهید شد. فکر میکنم روز چهارم عملیات کبیر فروغ جاویدان به عهد خودش وفا کرد. خیلی واقعا یک مجاهد بسیار دوست داشتنی بود. من این موضوع رو فقط خودم نمیگم، از خیلی از همرزماش شنیدم. بعدا سالها بعد که یکی از برادرها توی همین یکانمون فهمید که محسن داییم بوده، من کنار کشید گفتش که توی فروغ تحت مسئولش بود، تحت فرماندهی محسن بود. میگفتش که خیلی شیراهن کوه مرد بود. میگفتش که توی صحنه شاهد بود که همینطوری سفیر این گلوله تکتیر و اینا از کنار سرش رد میشد، ولی انگار نه انگار، انقدر مسلط بر خودش و بر نیروهای تحت فرماندهیش تو صحنه عمل میکرد که میگفت واقعا در تحیر بودم از این میزان جنگاوری و بیشکافی در عملیات. من همیشه بهش افتخار میکنم، همیشه شاخصم بوده. احساس کنم که خیلی باید بودم تا بهش برسم. ای زندگان خوب پس از مرگ، خونین جامه های پریشان برگ برگ در بارش تگرگ، آنان که جانتان را از نور و شور و پویش و رویش سرشتند، تاریخ سرفراز شمایان به هر بهار در گردش طبیعت تکرار می شود، زیرا که سرگذشت شما را به کوه و دشت بر برگ گل به خون شقایق نوشتند. وقتی که این وارد این مسیر شدیم با پدر و خاله و دایی شروع شد، ولی واقعیتش اینه که خب من در مبارزه در این سالیان خیلی الگو داشتم. یعنی از مثلا 120,000 الان فقط 3 تاشو شنیدیم. یه قلم تو همین سالیان که در ارتش و سازمان افتخار پوشیدن لباس رزم داشتم، خب خیلی از بچه ها از کنار دستمون رفتن. اینا تک تکشون برام الگو و شاخص بودن و تقریبا با هر یک دونشون من بارها تجدید عهد و پیمان کردم. از فرماندهان مثل عباس دلنواز، وحید شکری پور،
غلام رضا یارسنیا که با پدرش تو عملیات شهید شد. یعنی پدر پسر با هم، خودش تو مدرسه بود، یه از ما بزرگتر بود، بعد که وارد ارتش شد توی عملیات با پدرش شهید شد. و من همیشه به این رزم‌آوری اون قبطه میخورم. فریده قیتانی، خواهر فریده که همیشه جای خواهر بزرگی من بود، که تو فروغ میگن دمار از روزگار این پاسدار رو در برده بود. امین مکفندی، مجاهد شهید امین مکفندی که واقعا برام الگو بود، الگوی بی‌نام و نشانی و صفا و صمیمیت. تک به تک این بچه‌هایی که اسپردم و واقعا میتونم ساعت‌ها بشینم اسم بگم، فقط از برادری که کنار ما بودن رفتن، کاظم آبدینی، اصلا توی صحنه با هم بودیم و اگه اون جانانمون لحظه شلیک نمی‌کرد اصلا ما از اون صحنه نیومده بودیم بیرون. یعنی اون تونست ما رو نجات بده ولی خودش شهید شد. این مسیر، مسیر پر افتخاری است، پر از شاخص، پر از شهید. من که بارها برای خودم با تک به تکشون تجدید عهد و پیمان کردم، مخصوصا با کاظم، چون وقتی که از صحنه برمیگشتیم چند ساعت کنار پیکر اون کف ماشین کنارش خوابیده بودم و همش باش حرف میزدم. گویی که اصلا شهید نیست، یعنی واقعا زنده بود و داشت با من صحبت میکرد. اینقدر پر احساس میکنم جاش، احساس میکنم که واقعا این مسیر بسیار شکوهمنده. برای ادامه مسیر هزار و یک دلیل دارم و هزار و یک انگیزه و بارها و بارها انتخاب کردم. و خیلی فراتر از اون، شهدای زنده ما الان داریم، خواهر مرضیه، حمید و عرفا، برادر محسن شریف، محمد ملک، با آن کسایی که هیهات مجسمن و در داستان 17 جوان صحنه رو رقم زدن. میخواستم بگم که خلاصه داستان اصلا داستان خانواده من یا شهدای خانواده نیست، اینا واقعا شهدای سازمانن. توی این سالیان حتی به خیلی ها نگفتم که این پدرمه، این داییمه. واقعا احساس کنم انقدر این سازمان شهید داده و انقدر خون داده که اصلا آدم توان اینو نداره که شهیدی رو به خودش منصوب کنه. یا خلاصه این شهدا همشون شهدای سازمانن و واقعا تو راهی که مسعود و مریم براشون باز کردن شهید شدن. و من تنها افتخارم اینه که بتونم جاشون رو پر کنم در زندگی، راه رسم مجاهدشون رو دنبال کنم. خدا حافظ نخواهم گفت، خدا حافظ نمیگویم، تو را با خودم میبرم به مرز بلغت القلوب الحناجر، به آن دم که یسأل الصادقین عن صدقهم، به کوههای متین محکم مطمئن، به آرام و استوار و راهوار، به دشتهای حمد و حلاوت، به تابش باریکه های ایمان نور، به قلبهایی که تپششان را باز می شناسی. تو را با خودم می برم به بهاری که تو ساختیش، با سرب خفته در خونت که بهاران پیش بر زمین ریخت. خدا حافظ نمی گویم، تو را با خودم می برم به فردایی که تو ساختیش. خب تو این سالیان افتخار جنگیدن و همرزمی با خیلی از این بچه ها که الان شهید شدن نصیبم شده بود، ولی یه سرشون واقعا دوست دارم اسم ببرم، چون اینا در حقیقت خواهر برادرای کوچیکتر من بودن، تو مدرسه همکلاسی بودیم یا کوچیکتر بودن. بعدها از خارج، مشخصا مثلا از سوئد، از آلمان، از جاهای مختلف اومدن ارتش آزادی بخش انتخاب کردن و واقعا معلمای بزرگ من در جنگاوری شدن و در شهادت سبقت گرفتن، پیشی گرفتن.
از جمله میخواستم از تنواد عزیزم امیر نظری یاد کنم. امیر و سیاوش نظام الملکی شاخص صفا و صمیمیت، حنیف کفایی، واقعا یک مجاهد به تمام معنا، حنیف امامی، یاسر حاجیان، رحمان منانی، امین مکفندی، آسیه رخشانی، سبا هفت برادران، واقعا تک به تک اینا، زهیر زاکری، هر یک دونشون یه دنیا بودن واقعا و پر از زندگی، پر. سعید اخوان، واقعا گل سرخ. احساس می‌کنم که هیچ وقت جاشون خالی نیست و واقعا کانون‌های شورشی جاشون رو پر کردن. این بچه‌ها در مبارزه راه چند ده ساله رو واقعا در یک دهه و کمتر طی کردن. آنچنان پخته و با تجربه در امر مبارزه که من واقعا حیرت می‌کردم. قبطه میخورم که چرا باشون نرفتم، قسمت نشد، ولی همیشه در من و ما زنده هستن و واقعا احساس میکنم که تا ابد مدیونشونم. برادران کوچکتری که تبدیل به معلمان بزرگ من در مبارزه شدن، یک نفرم که دوست داشتم در آخر اسم ببرم، یک برادر، یعنی در واقع یک عموی داشتم که عموی خونیم نبود ولی واقعا مثل عموی خونیم بود، رضا بزرگانفر، که دوست و همرزم پدرم بودن، با هم همافر یکم بودن، تو نیرو هوایی بودن و از اونجا که گرایش سیاسیشون هم مجاهدین بود و مجاهد بودن، واقعا مثل یک روح در دو کالبد، بسیار دوست داشتنی، پر از زندگی بود، پر. هنوز شوخ طبعیش و خلاصه خنده هاش تو خونمون یادم نمیره، بحث های سیاسی که با پدرم با هم میکردن و خلاصه من از همون روزا میدونستم که اینا با رژیم به نقطه به قول معروف سیه خورداد رسیدن، دیگه با این رژیم نمیسازن. حالا میدونستم چه چیز در پیش روز، ولی واقعا در عملیات پرواز خوش درخشید و جاودانه شد. میخواستم در آخر به تک تکشون بگم که من تا به آخر روی من ما حساب کنن و روی تک به تک نفسهای ما. We'll be right back.